سلام رفقا، سلام دوستان، سلام به همه اونایی که اهل جنگن. ماشاءالله دم همتون گرم. حوز ما رو دیدی؟ بعد 9 روز از روزه خونی قبلیش دوباره پیدا شد، اونم با سر و کله درب و داغون و چش و چار بادمجونی. از روی پرت و پلاهایی که گفت قشنگ میشد فهمید که چه ضربه هایی به فک فوکش زدین و پاک آب و روغن قاطی کرده. امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اینجور نیست که یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن اینو، یعنی واقعا روشن شده، واضح شد. حتی صاحب نظران بیطرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی، قبول دارن، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. یارو رو باش، آخه چی داری میگی دبنگ پا به گور ها؟ همه دنیا اومدن دارن از مردم ایران حمایت میکنن، زن و مرد و پیر و جوون کف خیابونن، میگن مرگ بر خامنه‌ای. بعد تو اومدی میگی همه تایید کردن که این قیام خودجوش نیست. اه معلوم شعار مرگ بر خامنه‌ای حسابی گیج و بیجت کرده. بله، خلاصه که این عزمای درب و داغون حرفی نداشت جز این که خط و نشون کشیدنهای 11 مهرشو دوباره تکرار کنه. کسی بگه که آقا فضا رو امنیتی نکنید، بله ما موافقیم تا اونجایی که ممکنه فضای کشور نباید امنیتی بشه، اما کار فرهنگی در جای خودش، کار قضایی و امنیتی هم در جای خودش. ایشان تأکید کردند تا زمانی که ملت ایران پرچم اسلام را به دست گرفته و همراه نظام اسلامی است، این دشمنی ها به اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه علاج آن نیز ایستادگی است. دبیا، بله ادامه پیدا خواهد کرد، اونم چه ادامه پیدا کردنی. دشمنی مردم با تو نظام تا روز رپتی پتو ادامه داره، اما عزما تو این روز خونیش یه پرت و پلای دیگه هم گفت، اونم شمارش کردن پیروزی ها و دستاورداش بود. نخوری زمین. کرونای ولایت که این همه ایرانی رو فرستاد رو میدون مین کرونا، اولین پیروزیش به حساب برد. حالا بقیه پیروزیاشو بشنوین. آخریش مسئله اربعین بود، چه راهپیمایی میان نجب و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. این خیلی مهم بود اینا. البته بین این دو اون پدیده بی نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، 10 میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینو شوخی نیست. بای 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 خدا وکیلی، ولی فقیه از این مچاله تر دیده بودین. نه والا، کرونا و راه پیمای اربعینو که هر دوتا از افتضاحاتش بوده به عنوان پیروزی جا میزنه. هیچی، میگه سرود سلام پس مانده از اونا هم بالاتره. بگی منو. ملت دارن کف خیابون رپتی پتو میکنن، بعد تو این پرت و پلاها رو میگی. ببین یارو، از یه طرف
پات لب گوره. از طرف دیگه بنازم بچه های شورشی رو که باقیام زدن ما خلق الله تم معیوب کردن، اونم چجور. دوستان رفقا عزت زیاد.